أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صدق الله مولانا العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالكون. برادران وهمشراهي محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله متعال می خواهم که در لباس صحت و عافیت از تمام آفات و بلاها و طاعونها خدا شما را و ما را و نواسای ما را و همگی مسلمان ها را و تمام جهان را از این مصیبت کرونا و از این طاعونها، از این بلاها خداوند نجات بده و رحمت خود سر عالم اسلام کنه. الله سبحانه و تعالی کسانی که به ضد دین اسلام از سکولرها و غیره مثلا مقاومت میکنن و میخوان دین اسلام را خراب کنن، الله سبحانه و تعالی اونا را توفیق بده که مسلمان شوند و غیر توفیق اسلامی نیست، خداوند اونا را جزای شانه بده. به نسبت از اینکه اسلام در حالت غربت است، در این حالت غربت بسیار زیاد اینا میتونن که تیزبالی کنن و چی کنن، اما عموم مردم مسلمان یک ذره بی اعتنا شدن به دینشان، ورنه اینا هیچ قدرتی چیزی نداره که سر اسلام چی کنن، تاخت تاز کنن یا چی کنن. امروز ما برای شما ارشاد صحیح عقیده و که بر رد شرک و الحاد است ای را بیان میکنیم و مهمترین عنصر سخن ما الاسلام عقیده و شریعه، یعنی است که اسلام خلاصه میشه در دو چیز که یکی عقیده داره یک شریعت داره، یکی عقیده داره یک شریعت داره. عقیدهش هم باید فهمیده شود، واجب است که فهمیده شود، و شریعتش هم باید تطبیق شود. ایتو نباشه که بنام شریعت هست اما در جامعه تطبیق نمیشه. بسیار دولت های اسلامی است که امروز شریعت ده او تطبیق نمیشه. خب شما عامل ازی رو میفهمید که چرا ایتو راست. این سخن یک سخنی محوری درسته که دور میخور عقیده اسلامی سری نمی چیز و این بسیار ضرور است. ما این رو برای شما امروز بیان میکنم. پیش از اینکه در این مورد داخل شویم، ما یک چند چیزی را که از فیسبوک شنیدم و چی کردم این رو گفتم به شما هم برسانم که یک کسی هست در هرات که او علمای هرات که مثلا کدام دعوت میته الله میگه یا جنت یاد میکنه یا چی میکنه، یک آدم دیگه هم به نام خش و پش از چیز او همه اینا رو رد میکنه.
اونو نمیشنم، البته یا میشنم باید به یک ملکی که مثلا او میگه که جنت، و جنت کجاست؟ مثلا خداست، میگه خدا کجاست؟ اینمی تو بسیار در یک ملک اسلامی که 100% این ملک اسلامی بود و هست انشاءالله پس بر میگرده به ای، و در ای طور اشخاص علنا ای طور سخنها رو میزنه به ضد امو علمای مجیب رحمان و امثالش که اونا رو گپش چی میکنه. و ایس یک ایسا مردم سکولر و عوام است، دستی ای کلمات پخش میکنه و چی میکنه که در اسلام هیچ چیز نیستن و فلانی آدم گفت. او آدم خودش ملحد است، خودش سکولر است، خودش مثلا نمیفهمه، و این رقم تبلیغات به ضد علما است. اصلا امی آیه کریمه که الله سبحانه و تعالی فرموده است که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، علما میگه که اطیعوا الله، الله سبحانه و تعالی که اطاعت الله را بکنید درجه یک اول، بعد از او اطاعت رسول الله را بکنید صلی الله علیه و سلم، بعد از او اولو الامر تانه بکنین. اولو الامر علما میگه که دو قسم است، یکی علماست یکی عمرا. عمرا هم باید عالم باشه، در زمان صدر اسلام همه علما بودن، همه دانش دانشمندترین انسان به این چوکی میرسید که دین میفهمید. سی ابوبکر صدیق و امثالی که چقدر یعنی میفهمیدن مغز دینه. و از این سبب دیگه اینال فقه اسلامی، علم تشریع، علم شریعت اسلامی میگه که یکی عمراست یکی علما. اگر عمرا خلاف قانون خداوند روان شد، علما را گپش مردم بگیره، مردم پیروی از سخن کی بکنه؟ از سخن علما بکنه، زیرا علما هم چی هستند؟ اول الامر هستند. و اگر برابر بود به دین، و در اون صورت از عمرا که عالم بود و دین را چی میکرد، اما اگر به دین هیچ تماس نمی گرفت، نه به عقیدهش نه به دیگه شریعتش، بنابراین سب گپ علما رو بگیره، گپ علما رو بگیره. چرا دو رهبر و لیدر داره مسلمان ها، یکی عمرا یکی علما. ایتونست که عمرا که گرفت هر کاری که دلش باشه او میکنه. در سابق در اسلام نظام حزبه بود، او را بعضی همی پادشاه های ظالم و چی او را چی کرد و او از بین رفت. اگه خود پادشاه یا ملک یا خلیفه یا رئیس جمهور زیر چی از اونا بود، بازی را آوردن به شورا، شورا یکی سه شورا برای نظارت اینا باشه و ای باشه، لیکن او هم مال نیست و هم نیست. همه به مرور زمان این چیزهایی که به چی بود در وقت صحابه بود و در وقت بعد از او باست تابعین و تا تابعین و تب تابعین بود، بعد از او آسته آسته ای از بین رفت، جای از او را سارانوالی ها و این چیزها گرفته که به عرف جدید است. اما ما یک استاد داشتیم در پانتون ازهر شریف، یعنی در اون وقت از هر بسیار خوب بود، این شیخ ابو سنه نام داشت، خدا ببخشش، و میگفت که هل لنا من رجعه الى الحسبه، آیا ما پس به حسبه بر دور خورده میتونیم که حسبه داشته باشیم؟ حسبه یک ارگانی دیگه مثل قضا واری که از خود والیا داشت، از خود نفرا داشت، میگرد این تو مردم ها رو او سرزنش میکرد که اگر فرض زنید یک کسی باشه علنان مثلا الحاد اعلان کنه، سکولارزم اعلان کنه، از طرفی از اونا جزا میدید و او چی میرفت، حبس برشته این میشد یا هر چی که بود. یعنی یک قوته که حتی پادشاه، حتی زمامدارای دنیا که ده بود ده تمام جهان اسلام زیر نظر از اونا بودن که یک کلمه یک چیز خلاف
روش شریعت اسلامی نمیتانستند. ولی اونا رفت. ولی راهی ایست که گفتم که او عالم چیغ میزد که آیا پس اونمو ارگان یا مو چی در اسلام پس آورده میشود که عقود حسبه است، مثل بسیاری عقده هاست، بسیاری کار هاست به نام حسبه که میگه زنا باید این کار بکنه، مثلا در پارلمان سهم بگیره، در اینجا سهم بگیره، این کار بکنه که حسبه است. حسبه یعنی ثوابش پیش خداوند بسیار زیاد است، او کارهایی که هست که با او رو باید بکنن. اما کارهایی که خلافی چی است برای زن و مرد، خلافی چی اسلامی است، در او به اسلام صدمه می رسد، او از طرفی از این چی بند می شد، از طرفی نمی نظام حسبه. تنها وقتی که از بین رفت، دولت های غربی بعضی چیزهای از اون را تا به امروز نگاه کردن که در فرانسه مجلس دولت است، مثلا یک کس از دست یک ظالم عرض میکنه، از دست یک والی، از دست یک رئیس جمهور، یا از دست مثلا صدر اعظم، ای کجا بروه؟ این محکمه مظالم، محکمه مظالم میره، او محکمه مظالم باز او را حل میکرد، یا او رئیس جمهور تهدید میکرد، یا مثلا چی میکرد. ایسا بسیار مهم و مفید بود، ولی این را برداشت کرده نتانستن. ولی این مسئله را باز خود چی گرفتن غربی ها در نظام فرانسه، یعنی از طرف خود رئیس جمهور در هفته دو دفعه یا یک دفعه یا دو دفعه اینمیتور خودش میشینه و مردم از دست صدر اعظم، از دست وزیر، از دست زورمند، از دست چی به او شکایت میکنه. باز او یک حکم داره، یعنی مرافعه نداره، دستی او تطبیق میشه، او آدم یا تبدیل میشه یا از کار برطرف میشه یا ظلم و چی که داره جلوگیری میشه. این گپه غربی ها از اسلام چی کردن؟ یک دستور دیگه از در امریکاست که یک رئیس شورای چی کل وجود داره، در مشران و جرگهشان در مجلس اعیان، که او گپی از او سر رئیس جمهور، سر همگی حاکم است، که میتونه که مثلا رئیس جمهور رو محکوم کنه، میتونه که چرا هیچ کس او در امریکاست که ای کس ما دیدیم که میه همگی برش چی میشود، از کلانا و رئیس جمهور و دیگه و دیگه دیگه همگی زیر چی از او است. او فور لایف تایم است، تا که زنده است او اونو وظیفه شست، و او برای از او بانک مثلا چی میتونه، تمام بانک در اختیار شد، هر چقدر پیسه میگیره، لکن او با اندازه معاش خود و با اندازه چی نفر و چی خود میگیرن، و ایست که دولت ها را اداره میکنه. مثلا شما بعضی وقت دیدید که اگر رئیس جمهور با امرای یک زن چی شد و بازو چی و چی رقم یعنی چی میشد و در تحقیق و چی قرار میگرفت، این کارا هست. و ایران هم از نظام حزبه اسلام اینا گرفتن، خود مسلمان ها این چیز از دست دادن، و در این مانع نیست که در شورا یک عیسیش خاص برای اینمی چیزا شوه، ولی هست گمانم به حیث نظارت کننده و چی کنه، لکه قدرت و چی و چیزاش از بین رفته. هر وقت اسلام خوب قوی شد، این چیزا هم به همراه خود باید بیاره و میاره انشالله، تا که از ایتو یاوگویی ها و ایتو گپ های چتیپتی که یک کس در دار اسلام بخیزه که ای چیز غلط است، ای سخنا غلط است، ایتو راست، ای چیزا باید مانع شد، و مردم هم به عیسی مسلمان سهم بگیره در بند کردن. یک چیز دیگر هم برتان میگم که یک کس از بنام حفیظی کوچی چاچی، او یک چیز هر روز اعلان میکنن در فیسبوک که برای ما یک کسی از امریکا تلفن کرد که ما تو
تو داری چی کار میکنی، جای حساس و بسیار جوان فهمیده هستی، بسیاری هستی، ما برای تو پیسه میتم. شما یک قوم که او بسیار کثیف هستند، سبب یعنی انفجاری ها شده و سبب یعنی چیزا شده و مردم هلاک میشه و پشتون هاست به ضد یزید شما تبلیغ. بازی بچه اونا میگه هر روز خودتان بشنوید. او میگه که نه، ما میگم که ای تو انفجار میشه که در مثلا ننگرهار قریب 50 نفر بیچاره شهید شده، اونا پشتونا بودن. این یک گپی با چی نیست که از طرف پشتونا باشه و این گپ شما غلط است و چی است این را اعلام اینم. از این چی میبره؟ از این میبره که بسیار مردم های ثروتمند هستند در دنیا که اونا میخواهد که در بین مسلمان ها تفرق پرده، که این پشتون است این خراب است، این فارسیوان است این خوب است، یا این ازبک است این بد است، این تاجک است این خوب است، یا این تاجک است این بد است، این پشتون است این خوب است. این همگی از اینا خلاف اسلام است. عزیز هم ما امروز عقیده و چی را اختیار کردیم و شریعت کی را برای شما میفهمانم و کوشش میکنم که شما قدیم مشارکت کنین و ایره گوش بگیرین که اسلامی که عقیده اسلامی را نمیفهمه و یک حزب اسلامی است مثلا در افغانستان، او باید اعلان چند چیز بکنه پیش از اینکه مردم از او سر از او انتقاد کنه یا چی کنه. چند چیز انتقاد میکنه سر حزب جمعیت که ای از دولت برآمد و چی شد و دولت دما کمک میکرد این چیز محروم ساخت، همه پشتی این مادیات. اما او این جواب نگفت او کسی که برایش سوالا مواجه شده بود که ما تابع عقیده و شریعت هستیم در حکومت شما، نه عقیده است نه شریعت، نه ترویج عقیده نه تشویق عقیده است، نه مثلا شریعت نامش برده میشه. بنابراین ما خود از این کناره کردیم، این گپه نزد. یعنی معلوم نیست که آیا ای را از نگاه چی نگفت که یک چی کرد خدا ترورد، یا واقعا اینطور نمیفهمیدم این گپا که اصلا در اسلام در عقیده و شریعت دو عنصری است که سمبول امی وحدتی چی را میسازه بین تمام اقوام مسلمان. یک اخوت، یک اخوت اسلامی را، یک برادری اسلامی را جور میکنه که او انترنشنال است، جهانی برادری است. مثلا یک آدم در افریقا است مسلمان، برادر شما که در هر جای دنیا هستین هست. این یک اخوت جهانی است. و اینی در کجا چی میشه؟ وقتی که شما عقیده اسلام بفهمین، شریعت اسلام بفهمین که شریعت اسلام چی است و چی کار میکنه و عقیده اسلام چی است و برای چی ای عقیده تمام ادیان سر این عقیده را، تمام رسول ها سر این عقیده آمده، از آدم علیه السلام گرفته تا محمد صلی الله علیه وسلم، همه سر این عقیده آمده. پس این عقیده بسیار مهم است که این انسان هم بفهمه هم ایره مورد اجرا قرار بگیره. از این سبب ایره ما امروز شروع کردیم، با یک درس شاید خلاص نشود، اما سلسله ادامه داره. اگر خداوند صحت داد و جور بده من مثلا ایره دوام میتیم و شما هم گوش بگیرید. این مطلب ما در اینمی چیز است که تفرق انداختن در بین یک ملت اسلامی که همیشان به نام اسلام است، او حزب هم نام خود اسلامی میدارن، باید که یک شعارشی باشه که ما عقیده داریم. در عقیده ما چیست؟ اینما المؤمنون اخوة، تمام مؤمنان برادر است. ما فرق نکنیم بین تاجک و بین پشتون، ما فرق نکنیم بین ای و او، ازبک و هزارا و غیره، همگی با هم که در یک جغرافیا زندگی میکنه همگی با هم برادر است، برابر است. پیغمبر خدا میگه الناس و سواسیتون کسناد المشت،
مثل دانه شانهوری، دندانه های شانهوری با هم برابر هستن. ها؟ نو څنګه یو قوم جیکسی وایي چې زه غیمه، زه معتبرمه او دا نور لپاره حزب جوړ کړي هم په نام د اسلام؟ دا خو بیخي خلاف د اسلام، کفر ده. یعنی عقیده باندې باید خلق پوسی و عقیده اسلامی باید جان خود بفهمانه که نه پشتون دیگه معتبر است، نه تاجک، نه دیگه، نه این فکرایی که ما دیگه جور میکنیم، بیرق خراسان بالا میکنیم، بیرق چی رو بالا، اینا همگی باید مز شوه، از بین بره. و رأی قرآن و سنت دیگه اعتبار داره، رأی انسان اعتبار نداره که او انسان مثلا باقی و طغیانگر و سکولر باشه. در عالم اسلام هیچ اعتبار نداره رأی از او. بنابراین صاحب ای عقیده را فهمیدنش بسیار مهم است. شما ای را باید بفهمید و وطن خود را از ای حالتی که در بدری است و ببینید که از بیرون مردم پلان گذاری میکنه که در بین از اینا یک درز پیدا شود در اخوت اسلامیشان و اینا چی شوند که راه بر ازی شود که اسلام دیگه جایزی را سکولاریزم بگیره. این تو پلان ها یعنی از سخنان او آدمی که با آواز بلندی چند هفته است که میگم این آدم که از ما درخواست کرد با دوجه سه عکس نشان میده. یک عکس از امی شفی عیار کثیف است و دو تا عکس دیگه هم هست، اما ما اونا رو نمیشناسم. گفت این برای ازی تو مردم میلیون ها دلار میایه و او مکلف است که به هر کس باز یعنی میتونه 1000 روپه یا در ماهی یا چی بده که به غرض اینمی گپ، به غرض اینمی گپ که تفرقه پرده و تفرقه انداختن ایخه گناه کلان است که آدم از اسلام میکشه. خب اونا خب از اسلام میبره که سکولر است، پروا اسلام نداره. خداوند قرآن کریم میگه این الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا لست منهم فی شیء، یعنی و امرهم الی الله. یعنی ای چی است؟ کسانی که تفرقه میندازه در دین، کی پشتون است خیلی بسیار کثیف است، ای تاجک است ای بسیار کثیف است، ای ازبک است ای بسیار خراب است، ای پیغمبر میگه تو پیغمبری از اینا نیستی، برو که از پیغمبر که کس برام از خوب مسلمان نیست. لست من هم فی شاید به هیچ رقم ارتباطی با اونا تو نداری و این پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاری از اینا رو به ما ببون. خداوند میگه امرشان به ما ببون. اینا بسیار یعنی کافر از نوعی بسیار جسارت کننده است که تفرقه را بین یک امت اسلامی میندازه که ای مثلا پشتون است، ای فارسیوان است، ایدهی حزب است، ایدهی حزب است، ایدهی چی است، ایدهی چی است. تحزب گناه کبیره است. یک سر حزب یعنی به طرفداری حزب سبب یک مسلمانی که او مسلمان است او را چی بکنه؟ یعنی توهین کنه، تحقیر کنه، دشمنی کنه، آدم کشی بین حزب صورت میگیره. ما دیدیم بین افغان ها یکقدر نفر ها را کشتن که یکقدر روس نکشته بود. حساب اینمی نفامی، نفامی در عقیده. باید هر کسی که یک حزب جور میکنه و او را در آخرش پسوندش ایست که اسلامی، جمعیت اسلامی یا فلانی اسلامی، باید که اینمی شرایط اعلان کنه و این شرایطی تو نیست که در ضمیر و وجدانش باشه، در دانش نبیه. باید که در زبانش هم بگوید، در عقیدهش هم همی باشه، این اعلان کنه که الاسلام و عقیدتون و شریعت، اسلام عقیده و شریعت است. ما در پای ازی آمدیم که اسلام پیاده کنیم. چرا نام ما اسلامی است؟ حزب اسلامی استیم و برای ازی که چی بکنیم؟ شریعت خدا رو جاری بسازیم. شریعت خدا رو که جاری ساختین ای تو امنیت میه که فرزن ما یک وقتی آدم میه. ما در خانبات زندگی داریم در اوجه مثلا
امی مردم اق پشت امی چی می رفتن در شو امی جوانا زندارا همگی پشت بچه بازی و چی بود که تالقان، قندوز، خانباد، بغلان، این منطقه همگی از بچه بازی چی بود. و یک دفعه که وقت ملا عمر کدام فرمان صادر کرد که اگر کسی دیگه به این مجلس های چی بروه اینی تیمز جزا داره و تطبیق هم میکردن اونا. باور بکنین که همه مردم زنا میگفت که خدایی را خیر بده ما را پس صاحب شوهر کرد. این ای چیزای بسیار مهم است، عقیده و شریعت. یکی عقیده است یکی شریعت. شریعت یعنی نیست که تطبیق میکنه برای خدا برابر میکنه، به خیر مردم است. که شریعت به نفع مردم است. و اگر اینا اینمی راه خدا و شریعت را پیروی بکنه، از بدخشان طلا در پیشت باشه غازه تا پکتیا بیایی تا هر جایی که بیایی، یک کس دو دست زده نمیتونه، طرف سیل نمیتونه، چرا که دستش قطع بشه. یک دست گناهگار که قطع شد همه مردم در امن میمونه. این جرأت از بین میره، آدم کشی از بین میره. این همه گزی یعنی وسیله عزیز که شریعت جاری نیست و عقیده نیست، عقیده اسلامی وجود نداره. باید که اینمی کار همگی مسلمان ها، چی تاجک هست، چی پشتون هست، چی ازبک هست، چی هر قومی که هست، اسلام به اینمی رقم بفهمه و امی رقم عملی که کنه که خان ماست و ملک ماست، ارباب ماست، پروردگار ماست، نعوذ بالله، هر چی که او گفت ما امورا چی میکنیم، عملی میکنیم. نه، بسیار وقت اونا جاهل است، نادان است. شما راه خود درست چی کنین، پیروی از اون نشین. دو چیز برای شما پیغمبر خدا قرار داد، گفت که ما در آخری روزی که با مردم دید و آخری حجۃ الوداع بود، حج خداحافظی بود، بعد از اون گفت من چند ماه زنده بود، بعد از اون وفات خداوند او را رحمت کرده و رحمت میکنه و او دوست خداوند است، پیغمبر بسیار معظم و کلانی پیغمبر است. گفت اینی ترکتو فیکم ما این تمسکتو بیهی ما لن تضلو کتاب الله و سنتی. دو چیز بین شما مانیم، یکی کتاب خدا، یکی سنت ما که احادیث است. و او بعد از ما و نمونا شما اگر پیروی کردین، الله سبحانه و تعالی شما را خراب نمی سازه، شما را در بدر نمی سازه، حلاق نمی سازه. به این مصیبت های یکی به جان دیگر در تفرق و در چی شده از چیزا شما را خدا خلاص می سازه. یعنی ای چی است؟ کتاب و سنت، دیگه چیز نیست. که بعضی مردم و صوفی ها که مثلا اندک چی میشه حالا در زیر پایش بغل تو دست شماش که هیتر که هیتر، ای چیزا در اسلام نیست. ای چیزا پیدا شده. شما اصل قرآن رو ببینین، اصل سنت رسول الله رو ببینین، اسلام حقیقی رو پیدا بکنین. در هر کاری که باشه در او اینوی تو مردم هایی که و قرآن و سنت عقیده ای صحیح نداره، اونا نیستی میگه درست است، برو جاری بساز. ای از دلای چی است؟ و ای اسلام باعث پسمانی هم نست، باعث پس. خب این حالی بیاییم سر ای عقیده چی میگه؟ ما خداوند میفرماید در آیت قرآن کریم براتون خواندم، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انس و جن را خلق نکردیم مگر برای عبادتم، که اونا مرا عبادت کنم. ما برشان احسان کردیم، ما برشان چی کردیم؟ ای عبادت ما به نفع خودشان است و ای عبادت الله سبحانه و تعالی امر کرد. ما اريد منهم من رزق، ما از اونا رزق نمیخواهم. و ما اداره که اونا طعام تهیه کنه برای مردم چی کنه و مردم رزق بتنه، رزق از طرف ما است. ولیکن اینا چی بکنه؟ طاعت و عبادت بکنه. در جمله طاعت و عبادت همین است که یک آدم وسیله خیر برای دیگران شود.
اگر زمین داره زراعت خوب بکنه و پیداوار زیاد چی بکنه ای ثواب است برش، یک این رقم معنای ای گپی است. خوار این الله و رزاق ذو خداوند رزاق است. یک آدم نباید که ما مردم رزق میتم، ما مردم چی میکنم، نه رزاق خداوند است. این وسیله رو پیدا میکنم برای از اینکه چی شود مردم اول قوت المدنی، قوت بسیار فوق العاده در الله سبحانه و تعالی. رسولانش را فرستاده دعوت کننده به توحید و اخلاص دین. و ما ارسلنا من قبل کم رسول نوحی الی انه لا اله الا انا فاعبدون. تمام پیغمبرایی را که پیش از پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله علیه وسلم روان کرده، همه از اینا کیست؟ همه از اینا به اینمی عقیده است که عقیده عقیده اسلامی است، یه عقیده اسلامی است و به اینمی عقیده تمام پیغمبرها را الله سبحانه و تعالی روان کرده است. به همین عقیده همگی پیغمبرا به همین عقیده آمده است. یعنی می عقیده، عقیده اصلا به معنای عقد، عقد بسته نمیگه. شما چی رو بسته میکنید؟ شما امر خدا و رسول را، عقیده اسلامی را که از قرآن و سنت میگیرین، این را همه تو محکم نگاه میکنین که هیچ وقت از دست نمیتین. یک عقدی است که مثل که بسته میکنی یک چیز را محکم در دستت است. ای هم در قلبت است، هم در دست، هم در عمل. ای چی است؟ عقیده اسلامی است. عقیده سرنوشت همه چیز برای مسلمان در عقیدهش است. رسول الله صلی الله علیه وسلم در مکه 13 سال به توحید و اخلاص عقیده آغاز. 13 سال مردم میزد خون در سر چی جاری می بود، اما نمیگفت که جنگ کنن، هیچ عقیده را یاد بگیر. درس عقیده و تدین و اجزا را برشان در 13 سال درس داد آغاز که بعد از فتح مکه اولین بار از بین برداشتن بتان و خاتمه دادن به آن و امر به اخلاص عبادت خاص برای الله که شریک ندارد. متاسفانه امروز مسلمانان که بنامند میبینند کسانی را که در شرک اکبر به اطراف قبرها و مزارها و در بدعتها و خرافات درگیر شدند و با چشم میبینند دعوتگران گمراه را که مسلط گردیدند بر بسیاری از جاهلان و عوام و آنها را سوق میدهند به پردگاه تباهی. برید از این قبر بخواهید، این بند چی خدا نازدانه خداست، ایست ایست ای ای نمیست پاش میلخشه خدا را مانده و دیگه کس. این الله و بیشتر خدا رزاق است، خداوند کمک کننده است، همه ای چیزا بدستی الله است، نبدستی قبر. و این بوتا را خیلی چرا میده کرد؟ یکی وسن است، یکی سنم. سنم بوت اونم وسن، اینم چی انسان پرستش کردنش. ایره ند میگه در قرآن کریم، میگه ما آسمان ها و زمین برای شما خلق کردم، شما در مقابل من ند گرفتین، یا کسی مثل مراوری او را پیروی میکنین، میرین در پیش قبری از او میغلطین که به حاجت مراوا کو. او خوی یک انسان است، او چی روا میکنه؟ او با من ضرورت داره. اینا ان الله لا یغفر ان یشرک به. فکرتانو بگیرین، الله سبحانه و تعالی نمی بخشه کسی که به خدا شرک بیاره، ولو که پیری بسیار مشهور باشه، ولو که یک زیارت بسیار مشهور باشه، جنده سخی باشه، این باشه این باشه، هیچ به شما نفع نمی رسه. چرا؟ خواه این الله لا یغفر ان یشرک به. ای آدم مغفرت نمی کنه که شرک بیاره به خداوند. وقتی که شرک به خداوند آورد میره به دوزخ حتما، این رو خدا نمیبخشه. پس آن باز این حادیث دیگری دی باره میه که خوب این مسئله رو واضح میسازه.
احادیث مثل شرح قرآن کریم هستند. خب با اطراف قرار در بدعت ها و خرافات، یکی بدعت است. بدعت چی را میگه؟ بدعت یک چیز نوی را مردم در دین پیدا بکنند که از دین نیست، این بدعت گفته میشه. مثلا یک آدم میشنه ذکر میکنه، باید همون رقم ذکر بکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم و صحابه کرام کرد، خاموش آیسته ذکر است. اما یک دفعه میخیزه از جایش، از جایش میخیزه و ایره یک حالت روحانی یا چی میدنه که مست میشه، ای سخیز میزنه، او سخیز میزنه، او سقرت میزنه، او سقرت میزنه، او چی میکنه، یا دور میخوره، دور میخوره، دور میخوره، مثل چی مولانای روم واری. اینا همگی بدعت است، اینا چیزهایی است که یعنی پیدا شده در دین. خداوند قرآن نگفته، پیغمبرش نگفته و مثلا صحابه کرام نگفته این کار این رقم نکرده و اینا میکنه، اینی از بدعت. من این حدیث که در بخاری شریف است از مادر عایشه رضی الله تعالی عنها که فرمودن من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کسی که یک چیزی نوی را در دین پیدا بکنه که او از دین نباشه، او مردود است، هیچ خداوند به او ثواب نمیده بلکه عذاب میده و خداوند مشرک نمیبخشه، بدعتکار نمیبخشه و خرافات و چیزا را نمیبخشه. الله سبحانه و تعالی اونو کسی را میبخشه که به دینی که روان کرده مستقیم برابر پابند باشه، او را میبخشه. هر کسی که یک لحظه در خرافات و بدعت و یعنی چیزایی که مثلا چی از رقص هاست و چی هاست در اینا اشتراک میکنه و چی میکنه، او را خداوند نمیبخشه. به نسبتی از این که این خلاف قرآن و سنت است. دو چیز الله سبحانه و تعالی چی کرده است؟ قرآن و سنت. یعنی بنابراین کسانی که در شرک اکبر و اطراف قبرها، یکی شرک اکبر است یکی شرک اصغر. شرک اکبر عویز که در قبر آدم چی کنه؟ پناه ببره، از قبر پیش قبر بغلطه، قبر مثلا بوسه کنه، قبر چی کنه که حاجت من روا کنه، این شرک اکبر است. این نمی بخش خداوند. و ما بار بار برای شما می گپ گفتیم که ما در فاکولته درس می دادیم، باز یک روز بر آمدیم چی سودا می خواهیم از چار در سرویس امرای مردم، که یک دفعه در پیش امی زیارت شاه دوشمشیره علیه رحمه که رسیدیم، یک مصاحبه بود امرای زنها که یکش گفت که امشیره تو هر روز چهارشنبه میایی دمیه، چرا؟ او گفت که این زیارت مراده هست، یعنی ایتو نگو که خداوند مراد آدم میده، خداوند حاجت آدم چی میکنه و ایسا نگو گفتی این زیارت مراده هست. ایسا من میایم، ما گفتم آه داخل مشرک است و یک چند نفر که در مسجد چی ترمی بدبسته است داخل زیارت هست، ولی ما خود زیارت اینمیست، همی زیارت شرک پیدا میکنه. گفته که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، در سه غیر از سه مسجد به دیگه جای شما سفر کرده نمیتونیم، پیسه سفرتان حرام است، اما وقتتان که زایم میشه حرام است، همش گناه است. او کدام است؟ مسجد حرام، مسجد حرام است، یک نماز برابر صد هزار نماز چی داره، و یکی مسجد بیت المقدس است، یکی مدینه منوره است. غیری که دینمی یه پیسه که مصرف کنی لا تشد الرحال، یعنی سفر که پیسیت مصرف می شود چی میبینی، غیر از این سه مسجد در دیگه جای شما حدیث درست صحیح در تمام کتاب های فقه است. کیر ما به صوفیام یک وقت خانم در کابل و می فهمیدنم خود خب گرفتن، من معنایش ایست که
سفر کردن، پیسه مصرف کردن و رفتن به قبر این نارواست که از قبر چیزی رو بخوایی. خداوند اینی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، خداوند قرآن میگه که من قریب هستم براتون، چرا از من نمیخوای؟ اجیب من شما رو قبول میکنم، دعایتون رو دعوت کننده رو من قبول میکنم. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، وقتی که او مرا بخواه. او خوب میگه که من مسلمان هستم، لیکن قلبش دیگه جا هست، پیش اونو شیخ فلانیست و پیش اونو قبر فلانیست و پیش قبر امام زین العابدین هست و پیش امام رضا هست و پیش دیگه هست. همه گی پیسه و چی خود میبره اونجا میندازه، بازو میادم میگه، در حالی که قرآن اینو منع کرده، در حالی که نمیبینن که نصوص قرآن چی میگه. ایتر اولی یکی سوالم به نام عالم لنگی سفید کلان این تا گوشایش پت میکنه، درگرد میگه که اینمی رواست، چطور میکنی؟ در دین این تو مردم پیدا شد. پس دین چیشه؟ تفریق انداختن در دین، فرق و دین هم و کان و شیعه هم، یعنی شیعه شدن و از راه خدا برآمدن، از راه محمد صلی الله علیه وسلم برآمدن و محمد صلی الله علیه وسلم هیچ اعتنا ندارن به طریقهش، روشش، اعمالش، کردارش، یه همگی سنت است و هیچ کدامش عمل نمی کنن این صوفی ها و علمی تو مردم ها. خدا نگاه کنین، این دنیا چند روز است و بعد از او باز آخرت میه و بعد عمر ابدیست، یا آدم در دوزخ است یا در جنت. الله سبحانه و تعالی ما شما را دوزخ نگاه کن، ای جهنم. نماز ده هر نمازی که شما میخوانین ای چی هستم؟ ای لازم است برای شما در تحیات پیش از این که خلاص میشه ای را بگوین اللهم اینی اعوذ بک من عذاب القبر، ای خدای ما به تو پناه میبرم از عذاب قبر. فکر شما شد؟ یعنی باز میگه اللهم اینی اعوذ بک من عذاب جهنم، ای خدای ما به تو پناه میبرم از عذاب جهنم که بسیار سخت عذاب است. اللهم اینی اعوذ بک من فتنه المحیا والموت، فتنه ای در وقت زندگی که فتنه او فتنه چی است؟ پیسه. سری پیسه آدم مثلا هر کار را میکنه که به دست بیاره. فتنه المحیا والموت، و در وقت مردن هم برای انسان فتنه شیطان می اندازه که کود و چیقی ایتور ایتور گپار می زند تا که ای آدم چی می شود. یعنی ایره می خواهد که به اسلام از دنیا نروه، ای بسیار سخت عذاب می باشد. و حضرت امام احمد به چشم می گه که خدا یا عبی یا عبی بگو که بگو یعنی چی را ای کلمه را بخوان. او میگه که لا، میگه که نعمت آنوز چی است. او قطعی دیگه کس گب میزنه، پسان به اوش میه، به اوش که میگه پدر ما برات میگم که تو بگو ای را، تو چرا میگی که لا نه، تو چرا نگفتی؟ او گفت که ما در او وقت شیطان گب میزنم، شیطان رنگش سرخه قری که بترقه که آدم خود تیر شد از پیش ما. ما او را میگفتم که نه لسه آنوز وقت است، تو خطا نشد نمر. یعنی ما به تدریج او را چی میکنم؟ یعنی یک نزاس، یک جنگیال در وقت جان کندن، یعنی ایمیای انسان را کوشش میکنه که دمی آخی این لحظه از دین بگردانه. ولی مسلمان دست خدا اینمه تو میگه که خدا یکی است، ما بنده اونمو خدا است و حالا که میمروم به پیش از او میروم، چطور ما به گفی تو باور کنم؟ بعد از او باز ای چی میشود؟ یعنی شکست میخوره. این فتنه المحیا والممات، فتنه الممات یعنی نمیست که در وقتی که همه چیز میبینه، اعمال خدا میبینه، یک انسان در وقتی مردن ملائکه میبینه، همه چیز میبینه، ولی در وقت نه توبره و چیش است، فرصتش است، نه پسگشتن، نه حسرت کردن، هیچ چیز برش دیگه میسر نیست، خلاص شد. باید که اینمی چیزها را که
از قرآن و سنت میشنوین، باید ایره باور کنین، ایره عملی کنین در زندگیتان. ایره بخواین هر وقت، یک تنها خواندن نیست، بلکه عملی کنین. عملی کنین هم ایره که خدایا یعنی تو روزگار میه برای ما، میموره و این تو حالت میه و ما باید که از این فتنه های که در حیات ماست، که سر زندگی، سر چوکی، سر منصب، سر دین تخریب میکنیم. بنام مسلمان هم هستیم، پدر کلانایشان مسلمان باشه، خودشون میره دین تخریب میکنن و طرف سکولاریزم زور میزنن که او رو چی بکنن بمیان بیاره. نامی از شریعت و عقیده نیست در اونجا. اللهم این اعوذ که من فتنت المحیا، از فتنه ای که در حیات برای ما پیش میشه، از این به تو پناه میبرم. و من فتنت الممات، و از فتنه مرگ که در مرگ انسان زیر فتنه شیطان قرار میگه، فعالیت میکنه که را از دین بگرداره. و من فتنت الدجال، از فتنه دجال هم نگاه کنید. دجال بسیار یک فتنه کلان میاد در آخری وقت که ای از این هم به خدا هم شید. ای چهار چیز بعضی علما میگه که واجب است که در نماز کس بخوانه، بعضی نمیخوانه لیکن اشتباه میکنه. یک چی طاووس یک عالم کلان است و میگه که کسی نخوان نمازش باز بخوانه. خب نه، نمازش اگر نمیخوانه دیگه متوجه باشه که ای بسیار مهم است. بعد تا مرحله وجوبی را میدانه باید این چهار چیزه به خدا پناه ببره در نماز پیش از این که اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و ای را میخوانه. این چهار چیزه بخوانه که زندگیش مطابق عقیده و شریعت برابر پیش بره تا وقتی که از شر شیطان خلاص میشه و بعد از او که کامیاب شد اون را ملائک میه و دیگه حساب کتابش جور می شود. اگر نه تباه و برباد می شود. این چیز است. خب مسلط گردن بعضی علما و دعوتگران گمراه که مسلط گردن رو بسیاری از جاهلان به پروا نداره، برو جنده سخیص بیگه بوتر رو بیگه پیسه رو بته چند روزی ساتیری کن برو. او بسیاری جاران و عوام آنها را سوق میدین به پردگاه تباهی. اینمی چی؟ امی تشویق کردن امی تو عالم که میگه نه پروا نداره، این چیزا پروا نداره، این طور یک دلیل یک دلائل برش برمیگه، این به طرف تباهی سوق میتایی آدم و حلاک میکشارن آنها را و آنها همچنین برده هایشان بر عقولشان و اموالشان که زیر تصرف دارن بنامهای مختلف. ای ولایت داره، ای علم داره. یک آدم در کابل بچه که شوسین نام داره، خوب بچه که بودوره ما گذر قطعی امی اولاده خود گفتیم خورد است و گفتیم مستی میکنه چی میکنه پیسان برشیم کالای خوبم برش جور میکنه او راشیم خوب میشوشتیم پاک سوتره بچه که خوب خورترک اونم یک قطعی اولاده ما بود یک چیزا را کمک میکد که مادر اولاده که یک چیز بیاری را بیاری تو کن. و پدر از این بسیار خوش شد پیش ما آمد. مادرش بیچاره در دیگه جای کار میکنه، این از آرها چقدر کار میکنه چی میکنه، اینا رو بیوی که اینا در کدام رای غلط سوق شدن. پیش ما آمد گفت استاسم همینجا ما مرجع داریم، مرجع رو ما پیسه میتیم از 5 روپه 1 روپه برش میتیم و او شما به او پیسه بتین. شما خوب آدم هستی، تفلک ما را خوب نگاه کردین و پیسه هم میتین و چی هم میکنین. ما یک کتاب خانه داشتم برا بردم و یه گفتم این همه کتاب هاست، این قرآن کریم هست، این شروعش از این تفسیری فلانیشی تفسیری فلانیشی هم میگیره برش شکردم شیشتم و گب زدم برش فاماندم و گفتم قرآن از طرف خداوند نازل شده، کار مذاق و دروغ نیست، وحی الله است، یه از طرف خداوند است و یه احادیث است، یه احادیث نشان دادم همش هیچ جای مرجع نیست. دینمی کتاب ها که در قرآن است مرجع انسان نیست،
پس یک کسی یعنی که به نام ای که رجال دین باشه، این رجال دین است و ثابت باشه که اینمی راستی که یک آدمی آدم میتونه که خلاص کنه از غم، میتونه که مثلا آدم از جنت ببره. اگر می تو باشه این رجال دین نیست، دین ایتو ایتو نیست. هر کس پیروی اینی کتاب باید باشه، پیروی اینی شریعت باید باشه و خودش خودش نجات بده. یک آدم دیگه ایره نجات داده نمیتونه. اگر با وعظش نصیحتش که مطابق قرآن و سنت برابر بود کدی، اونمو فضیلت هم از قرآن و سنت است. پس این آدم مقدس نیست که تو بری پایش بوسه کنی، برش پیسه بدی یا چیز دیگه بدی. این دین اسلام است. این چی است؟ این دانش واز ماندی. خب ما خب با خب میتیم ما چی جمع میکنیم، جمع میکنیم، باز میدیم پیش دروازهش میندازیم. مرتی شما را احمق یافته، اینا ای چی رقم دین است؟ این خب استثمار میکنه مردم به نام دین، هم چیش میگیره. این خوب نیست، این روا نیست، شما این قبول نکنین. دیدم که چی شد، دیگه رو زنش آمد. خب استاد شما این تو گپوازه، ما خو این کار رو میکنم. گفتم کار نکنین، این هیچ با دین شما چی ارتباط نره. خداوند شما رو شما بنده خداست. الله سبحانه و تعالی شما رو از کده، برای شما این کتاب روان کده، این پیغمبر روان کرده، پیغمبران رو از بسیار پیغمبران روان کرده و گفته که شما قول خدا و رسول پیروی بکنید. قول خدا و رسول پیروی دیگه کس آیتی به نام رجال دین که نمینا مردم مثلا چی میکنه ای طور نیست. گپش بشنوین، اگر مطابق قرآن و سنت گپش قبول کنین، اگر نبود قبولش نکنین. شما چرا این طور میکنین کتاب همی چی؟ گفتم برو خو ای گفت خواست سعی دیگه ما به او پیسه هم نمیتم، شما رو نمیم کمک کنین. ما گفتم نه، ما بیازو با این تو مردم هایی که دجال واری باشن، دجال صفت و دروغگوی خائن به نام دین پیسه را جمع کنن، به نام دین چی بکنن. ما این قبول نداره، ما یعنی کتاب خانه داریم، چی داریم، علم کردیم، زحمت کشیدیم برای از اینکه شما رو بفهمیم. باز این رفت و گفت خو خو حال ما فهمیدیم. باز از او بسیم برو یک شخو خلاص کردیم انشاءالله از لین ناروایی به طرف درست قدم گذاشتن. اینه می رقم و امثال چنین عبارات که چنین عبارات که چنین روند مخالف قول الله تعالی است، فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن. فإن تنازعتم في شيء، اگر یک چیز شما تنازع کردید، تو میگی ما حق است، تو میگی ما حق است، فردوه الى الله والرسول، این شریعت است، ردش کنین به خدا و به رسول. خدا قرآن کریم است، رسول احادیثش است، همش مدون است، درست وجود داره. از قرآن و سنت شریعت جور شده، فقه اسلامی گرفته شده. این فقه یعنی چی نیست که امام ابو حنیفه به وجود آورده باشه، این اصلا گرفته از قرآن و سنت تفسیر کرده. این فقه تفسیری است از قرآن و سنت. چیزی این مذاهب مخالف قرآن و سنت نیست. اگه باشه با شما این مذهب بگیرن به دیوال بزنین که اگه مخالف کدام حدیث صحیح بود و مخالف قرآن بود، این مذهب نیست، این رو به دیوال بزنین. گفت خود امام ابو حنیفه گفته. یعنی مذهب او مذهب او اینا چی کردن؟ پس بنابراین این مذاهب شما یعنی کی نکنین. بعضی هست که رد میکنه، ایتو میکنه، میگم مسلمان ها در وقت صحابه اکرام، در وقت صحابه اکرام همون توی مسلمان هایی بودن که گپ خدا قبول میکردن، گپ رسول الله رو قبول میکردن، هیچ یک چیزی شکایت در پیششان نبوده. حالا خب مردم باید که دلایل میخواهد چی میخواهد. این مجتهدینی که کار کرده امی فقه تفسیری است
از تفسیر قرآن و سنت این همی چیز جور کرده، یک ذره آسانتر کرده که به ذهن عامه مردم ای برابر شود. ای کدام چیزی مخالف نیست مذاهب به او چی، لیکن مذاهبی که با قرآن و سنت برابر باشه. اگر نباشه، خود امام ابو حنیفه رحمه الله میگه که اگر شما یافتین یک قول مرا که مخالف سنت رسول الله بود، او را به دیوال بزنین. معنای گپش ایست که تا او وقت قول مرا پیروی کنین که مطابق قرآن و سنت باشه. اگر نبود ما هم یک قول زدین، حال یک آدم مهندسی بیه اینجا ما چی کو بچی کو ای بطره دیده ما چی ای بره سیل میکنه کشده پایاش بیاد، ای مسلمان است، ای با کدام مذهب است؟ امی کار ابو حنیفه کده دیگه، کده امام احمد ابن حنبل کرده دیگه، کرده نه، هیچ ای مذهب نیست، ای خرافات است، ای بدعت است، ای نارواست. باید خودم خراب نکنه، مردمم از این چیزا باید جلوگیری کنه. که میگه ای ها این تنازعتون فی شاید، اگر شما نزا کردن در یک چیز که امی رواست یا نرواست، امی درست است یا نه، فردوه الالله و رسول، رد به الله قرآن است، به قرآن سر بتین که درست است و رسول به رسول این محمد صلی اللہ علیه وسلم علیه فلام دارم عادی شریعتش وجود داره که قرآن و سنتش هست. این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر شما به ایمان به خدا و روز آخرت دارید، این آیت قرآن است، اگر شما ایمان به خدا و روز آخرت دارید، ذالک خیر و احسن و تای، از جهالت خود بگردید، از جهالت خود بگردید. یعنی هیچ اجتماع و روشی بدون رجوع به کتاب و سنت صورت گرفته نمیتونه. لازم است مخالف کتاب و سنت ترک کرده و با ویژه در مسائل عقیده که اساسی آن و صلاح و بهبود آخر این امت به جز برای صلاح اولی آن میسر نمید. لا یصلح آخر هذه الامت الا بما صلح به اوله، آخر امت اصلاح نمیشه مگر به او روشی که اول امت شروع کرده بود. مسلمان های پاک، صحابه کرام، اینا خداوند از اینا گفته که رضی الله عنه، خداوند از اینا راضی است، و رضا عنه، و اینا راضی از خداوند است، این صفت برشان داده. پس روشی از اونا هم مهم است که اونا چی گفته، چی رقم روش میکردن، بسیار مهم است. خو عقیده هلو هلو و علیکم السلام. یعنی رقم مسائل است خو عقیده، عقیده را گفتیم که کتاب های خود را که نازک آن را واجب گردانید بر جمعی خلقش از جن و انس، طوری که الله تعالی فرموده است و ما خلقت الجن و الانس الا جن و انس ما خلق نکردیم مگر برای عبادت. ولقد بعثنا فی کل امت رسول یعبد الله و اجتنب الطاغوت. این آیت برتان میخوانم دیگه، باز این خوب صحیح ببینید که خداوند چی فرموده است. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، ده هر امت ما یک رسول روان کردیم، تعداد رسول ها بسیار زیاد است، و رسول روان ان یعبد الله، خدا را عبادت کنین، و اجتنب الطاغوت، از طاغوت اجتناب بکنین. اینا لی طاغوت ما در یک تفسیری که در به زبان چی نوشته شده و بسیار خوب تفسیر است، ما از او براتون امی آیت تفسیر است قرآنی، ام ترجمه است، ام تفسیر، و ای از این شما بخرید از ملک فهد، او یک چی هست، یک آسمان خراج شده، او یکی بروی و کتاب هاست، کتاب هاست که بسیار زیاد چاپ شده و غلطی ده، و رضوی شما در اوی بهترین کتاب هاست. یعنی گفته
The word طاغوت covers a wide range of meaning. کلمه طاغوت گفت از طاغوت خدا نگاه کنید. طاغوت گفته ای بسیار معنای زیاد داره. خود تفسیر میگه این تفسیر range of meaning. It means anything worshipped other than the real God, Allah. هر کسی که یک چیزی را عبادت بکنه غیر از خداوند حقیقی معبود بر حق که میلوانای لا اله الا الله است. غیر از یک عبادت کنه یک کس دیگه یک قبر یک ولی را یک انسان عبادت کنه او چی میشه؟ او مشرک میشه. یعنی ایر گفته که طاغوت است. معنای طاغوتی است. دومش all the false deities خدای دو غلط یک چا به تراش کده بانده این خدا است یکی چی رو به تایی امروز در دنیا همین چیز رواج است که چقدر بتپرستی و این چیز را all false deities it may be ساتن شیطان کسی عبادت کنن devils این دیو چی را دیگه چیز ایدلز ایدل بتار عبادت کنه ستون سنگ عبادت کنه سنگ ها مردم عبادت سنگ زیبا رو میگه عبادت میکرد ستون سن آفتاب عبادت کنه ستار ستاره ها رو عبادت کنه انجلز فرشته ها رو عبادت کنه هیومن بین انسان انسان عبادت کنه who were falsely worshipped. ای به صورت غلط عبادت میکنه and taken as طاغوت. اینا همه گی چیزها نامش طاغوت است یعنی فالس است یعنی غلط است نارواسی عبادتش نارواسی طلبش از این چیزها likewise sent likewise sent ولی در سر قبر ولی جو چی نیست که ای بیت ولی است چی خمینی که کتاب نوشته که در حکومت اسلامی گفته که چی های ما امام های ما از ملک مقرب و نبی مرسل کده بلند است از نبی مرسل و از ملک مقرب کده خداوند بلند است یعنی اینا خداستن نعوذ بالله کفرسی خب گوش داره بیه این مغزنوی تفسیری چی بسیط تفسیر نیست از روی ازی چی میکنن likewise sent graves قبرها rollers یه گفته که falsely worshipped and taken as طاغوت likewise sent graves قبر rollers در وقتهای سابق در امی فارسی ها اما عامر کلانش عبادت میکده و در ایسا که ازیاتان این نروه که ربعی عامر که پیش رستم میره و رستم خودش میخواه که تو بیاک شما چرا یک مردمی کالای خراب دارین و چی دارین و این ما را احاطه کردین و ما را چی میکنن چی به وزی گفت که ربعی عامر برش یک صحابی بود برای چی گفت گفت لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد او خود فکر دبیگی ما خداوند در اخیر پیدا کرده برای ازی که ما دعوت بتیم به جهان که مردم دنیا را از عبادت بنده بکشیم به عبادت خدا برابر بسازیم لنخرج العباد من عباد العباد الى عباد رب العباد و من زیق الدنیا الى سعتها هذه دنیای محدود که چند روز زندگی است ای خراب شوه ای را به سعت آن یک دنیایی که آخر نداره و دائم زنده می باشی یا در جنت یا در دوزخ یعنی من منظور هیچ چیز است در اوج زندگیش خوب بسازیم
برای ازی آمدیم. ای بسیار یک حق دعوت است، ای بسیار یک حق دین است که مردم یک سعادت ابدی بخشش میکنیم. شما شد یعنی ای گب آسته آسته ای با آواز بلند میگو به عسکراش رفت و از عسکرار میگه زنجیر دو پایش من که نگریزه اینا. ای خوب بسیار خوب گب میزنن، ما خود تمام روز عبادت همی چی رو میکنیم، همی رولر رو همی شاینشا و چی رو میکنیم، اینطور چیزا. یعنی دنیا را، دنیا را لورن لیدرز، لیدرها را are falsely worship and wrongly followed, but the one who does not accept to be worshipped will not be considered as a طاغوت. اگر یک آدم است و مردم خیرش میرسانه، لکن من میکنم مردم که کسی گیره عبادت بکنه، من میکنم مردم که برای ازی مثلا ایره بگه که والله ای خوب بسیار مثلا آدمی است که می گفت و خلاص با چی میگه ای که پر دق ما نزنه، ما را عبادت نکنیم، ما به این چی نیستم، ما شما را دعوت میتم، خودم این ندارم شما به ما کدام چی بکنین. اگر احترام میکنین و علایده که پس غیر از این که ما را مشابه به الله سبحانه و تعالی بسازین یا چی کنین اینطور نکنین. یعنی آدم میگه معاف میشه از که خودش از طاغوت میبرمیند فالس جج. اگر قاضی خراب باشه هم طاغوت است، هو گیوز فالس ججمنت، یک قضاوت غلط میکنه، ایام در جمله طاغوت میره. یعنی تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 51، یعنی قرآن کریم. این رو بفهمین که چقدر سخت است که ما میگم شما به زیارت ها و به چیزا سفر نکنین و از او حاجت خدا نخواهین. الله سبحانه و تعالی قادر است، قدرت داره، همگی این قریبون، ما قریب هستم به شما. شما چرا از دیگه مردم طلب میکنین؟ وجیب و دعوت دای دعانی، وقتی که دعا دعا بکن. لیکن ایزا دعانی دو کلمه از زبان عربی، یک ایزا یک این، هر دوی از این فرق دارم. ایزا دعانی یعنی که نانش پاک باشه، خوراکش پاک باشه و عقیدهش پاک سچه باشه، از قرآن و سنت باشه و از این خرافات و بدعتها بر کنار باشه، اونو تو شخص که مرا دعا کنه. پس این چی میکنه؟ باید به چی علما بشینه، به حلقه علما درس یاد بگیره، در زندگی خود روش درست امی زندگی را یاد بگیره که اسلام چی رقم زندگی را میخواه و کفر چی رقم زندگی میخواه. تا کفر سیاه پوست میکشه علنان به زور و میشینه. ای اسلام است، ای چی است؟ ای عدالت است، عدالت، عدالتی که یک صحابی برای بچه سیاه گفته بود، برای چی که اون صحابی هم کلان صحابی است که چیست، او گپ زده بود پیغمبر خدا رویش از پیش گشتن برو و تو گفتی حضرت بلال گفتی بچه سیاه، بچه زن سیاه. آخر رو گفت که رفت سرشمون برای از او که بگی پایت در سر ما بان در روی ما بان مرا عفو بکن. گفت ما شما عفو کندر من کهی تو رو چی کرده؟ نه پیغمبر خدا از من روی گشتن مرا گفت که تو برو، تو جاهل هستی، هنوز در تو جاهلیت مانده، اینی تو دین است. نه سیاه پوست سری سفید پوست بهتر است، نه سفید پوست سری سیاه پوست بلندتر است، نه تاجک سری پشتون بلندتر است، نه تاجک. کسی به این تفرقه بغلطه او از ایمان میبره. پس نامی یک حزبی که فرزن اینمی تو مرام نداشته باشه، باید در افغانستان نام حزب اسلامی یاد نشود. اگر هست بگوید که ما اینه
اسلام عقیده و شریعت است، شما به عقیده و شریعت برابر نبودید، موقت شما یک جای چی نشدید. یا مثلا واضح می گپه اعلان کنه که یک چیز ما دیگه عنصر کار ماست که اخوت اسلامی در اسلام است، ما نام ما اسلامی است، حزب اسلامی، پس دیگه ما است که ما با همه اقوام که در این جغرافیا هست با همه کش برادر هستیم. جزوی ترین فرق بین ای و اون میکنه، یعنی عدالت عمری است، یعنی عدالت اسلامی است که مثلا این رقم مردم زندگی خود پیش ببرد. خب این حال از نگاه چی؟ خب وقت ما خلاص شده، وقت تلفن میکنیم، اگر کسی جواب داد، کسی جواب داد اون خب ما جوابش سوالش جواب میتیم، اگر جواب نداد ما درس خود پیش میبریم، پروی کسی نداریم. که برادران شما میتونن که سوال کنین، وقتی سوالای شماست حق شماست که سوال کنین، شما کوشش کنین که سوالای خود بکنین در این وقت. خب تا که ای کس پیدا میشود، ما این گفت هم برای شما میگیم که عقیده صحیح و سالم خدا تمام گناه های آدم ها هلو؟ و علیکم السلام، بفرمایید سر. زون کابل چه خست؟ تو دی کابل نه، خیر بسی، خیر بسی. جول بسی، او ها. خدای پاک که تا تولانی هم از درکی، خدای پاک که شد شد درکی، والا دیر خوند آور پولیگرام، دیر لیزت دینی و دیر پخوند بانی و تگورو، تا دی خدای پاک. خیر بسی، خدای دی تاتم خیر و برکت در که بچانو تا دی کورنی تا طول ملت تا. او دا دولم تو های چه مثال دوی لاری دی دیر معقول خبر چیا اسلامی قانون دکی او یا مثال بدی شکل خدای خبر چیز موش خلق دلتا چی در زد اکسور گولی دلی دان در تو های ما چی در سمر مون رفیل یومون مثلا علماء کرام شنیدیم که این که مسلمان است که مؤمن مسلمان است. مسلمان هر کس از لا اله الا الله را قبول کرد ولی به مفهومش نفهمیده در عمل نیست. مثلا نشانه های مؤمن مسلمان علماء کرام تشریح کردن، مثل شما ولی علماء تشریح کردن، ما شنیدیم یاد گرفتیم. یکی از نشانه های مسلمان مؤمن این است که یک برای دعوتگر مسئولانه عاشقانه گوش کند و لذت ببرد از دعوتگر که به قال الله و قال رسول میگد. اگر خدا نخواسته این دلش بد بخورد یا مزه درنگم نشیش، این شخص بفهمد که ایمانش به این، پس این باید کوشش کنه که ایمان خود قوی کند. بلکل. و دومی که در باره یعنی خرافات این عرفا را امشب خوب پروگرام گرفته بودیم که در این کابل یک کسی هست به نام آقا صاحب تایمنی در فیلستان گای وقتی معلوم میشه در افغان های معتمن میشناسد، این کدی کرده هستان اکس میگرد دو پیل سویشت کده و کل اکیش که میاد 80-90% مراجعینش خانم هاست و در شمشیر هم در تجیه هست. خب این همش در کجا صحابه کرام به شمشیر دم کده یا رسول الله دم کده یا علماء کرام دم کده؟ این مردم ما این قدر من افهمه و این که دی کرده هم اکس میگره و این که این جکتوران بود در وقتی در ترمجید نبی که منصب بود دیگه علماء گفت، عابد فرد گفت، دایی فرد گفت، نظر خدا داد، گفت ما این نداریم که در پشت یزی آقای تایمانی یک سفارت وجود دارد. این قدر من به حیثیت میشد که در مقابل قرآن سادگی میکند، قرآن میدهد من از این چیز از جادوگری است. در کجا رسول الله کرده؟ در کجا صحابه کرام؟ یکی و یکی چون یک خاطره دیگر را برتن تو کوتاه قصه کنم از شهید مولوی صد نیازی، سر صد نیازی
هي التلفزيون التلفزيون الملي افغانستان ان شاء الله تشاشه چند دفتر بود لایف پروگرام داشتی اکثریت زن و خانوما زن میزد از کابل خو کم مردان بود ما هم زن میزدیم مثلا در دفتر سر نرگی خداوند شهرتش قبول کند بسیار با ملحجه شیرین خودش داریم اکر تو خوانایی تو نکنیم مثلا زن برش میامد یا خانم برش میگد مولوی تو محترم امی شاید اگر ما سر خود بوشیم مگه ما ایتون میشه میرسیم چی گفتن یک زنی دیگه زن میزنن که مولوی تو محترم یه شنبه اگر ناخونا را دیگیریم ایتون واقعا بای معروف میده این اسلام چی گفت اویا میگفت که مثال شو اک داریم که ما خانه را جارو کنیم امسال یک قدر یادم هست که زد مولوی صاحب خدا بیامد به برش میگفت که خواهر کار محترم ما درباره این فقه سوال کنیم شما به نمازتان میفهمین به واجب و به سنت و به فرائض به وضو میفهمین به غسل خیکلتان فهمین به این باره سوال کنیم یکی ما خون سویشندی بگیم این دروغ از جاهلیت بودیم گفت بس از دیگه یا مثال شای ما خانه رو جارو کنیم خنده میکرد دفت ما خودم جارو میکنم روزگار داریم شو جارو کو سلیت به جو جارو کو سوشن بین آخوندی یعنی سوال های این رو ببخشیم پروفیسور سر شما خود یک عالم تجربه هستیم دیگه برادرای افغان خودم مخاطب ما اونا آمدن بیدیم جامعه ما را ولی اما شاید از این پروگرام هستم این خودش میگفت که نمی برادر ها چرا زنگ را میزند و که دنگ میزند این فساد جنگ است و زمین است و کشتن است در باره این فقه اسلامی سوال کنید یک سمندر است یعنی ما افغان ها تو از این مجلس بخشش باشد هیچ کفایت نداریم هیچ علاقه با دین اسلام نداریم که اول باز با ما نیتون این چلم به فکر ما میشد دیگه چی مانده این شما بیرو شده نمیتونیم در روز 200 نفر ما و شما به نام از این و آن کشته و شهید و زخمی میشد از این جمله این همین روز این دین روز دو سه چسبکی مثال برای از این قماندان میمان و برای از اون میمانه کل یک قصه ما شده دنیا آخرت از یاد ما رفته اول پاک عذاب از ما مردل کرد و ما اکرام بگیریم ولی این همان جمعه این روز دو روز پیش که مولوی صاحب خود ما یعنی می حالات تشریح میکنن به گریه میشن خیلی گرمی نومن چی کنیم ایتو در مجایده ما ایتو بیسفیدن ما وجود ندارد که در زده تلیزون افغانستان بیاد که بلا داره پرد وقت نماز فرد برد چرا کتایی نکنیم دکاندارا چرا می خطایی که ما تو بگیتا و خدا در واقع انا را کدا ما باید بودم دو دو ساعت ست ساعت یکونین ساعت اضافه شده یه چی میکنه دولت چپ هست حفظ داره نمیشناسن بسی عقیده برش نداره که تا صحابه کرام و امویا و عباسی هم بودن بعد از بود دیگه مثلا سفانه هست 80 سال وجود نداره دولت میگه هیچ ما وجود نداره و یا سنید سنید بسی علی سید تو این شهر مرد برای ما دفت دیروه به فیسبوک در تلویزیون پارلمان افغانستان چیز احضار کرد همین شهروال که پیلوت بود از ساعتی هم حضرت یوسفی از چی از درد ما رفت نمش این رقم 800 میلیون افغانی دزدی شده به اینی که میگه شما چه رقم نندازیم درد اتا بود 5 تا شد 3 تا شد با والا ای تو آب می آوردن که انسان خورده نمیتونه خب چشم خود دیدم از اینا گرفتیم برای ما نرسیده مثلا من جوز موضوع افغانه یکتم نو لگه برای ما بندوم داده باشه لسان رو میگیرن یک نفر من ده نفر یه دوزی میکنه یعنی غزاد الان نبیل شده به نظر خود ما کم اخلا هر محیده نمیتونه پناهی دارد بسیار نه بسیار خوب گپ زدن خیر خداوند شما را خیر و برکت بده بسیار خوب گپ زدن راستی که والله خدا میفهمه که همه مردم که در افغانستان تباه شده از دست خودشان یعنی هیچ احساس اسلامی حقیقتا در فکرشان نیست که ما مسلمان هستیم و عقیده چی است اسلام چی است ایمان چی است هیچ و این چیزایی که عقیدهشان رفت از بین الله سبحانه و تعالی رحم بکنه و به حال
مردم افغانستان زیرا چی از او به دیگران میرسه ای رقم باید هر وقت فکر بکنن بسیار زیاد به دین خود که هست به این دین باید که چی قائل شوند ایتو نکنن که دین داریم اما هیچ پشتش نمیگردیم دیگه ای بسیار بد کار است این برادر از جرمنی گپ زدین اینالی شما گپ بزنین گپ در فیسبوک در چی موبایل ما تلفون کردین ما او رو بند کردم حال اگر گپ میزنین گپ بزنین اگر تاوالی شما در لین هستین خب هر صورت دیگه کس اگر گپ میزنه بسیار خوبه نمی تو گپ بزنه خدا خیر بده که برادر که همی حقایق میگه هلو بفرمایید سر او مهربانی وکه خبری وکه ول اروپا نه غیل هر جا نه غیږېږي وغږېږه څنګه نه وځي چې له خدای نه منکر شي او کنځلې وکړي بیا نو دا خو معلومدار له دې نه وځي نو دا خو روان ده چې سړی هغه شي او خدای ته کنځلې وکړي او هغه ته دا خو ناروا ده بالکل کافر کېږي خدای پامان ډېر شکریه خیر وشي بل څوک کوي تلیفون کوي تلیفون کوي له تلیفونه وکوي له دې موبایل نه دومره هغه نه کېږي خو بیا هم که ته اوس کوي دستي هغه ده برادر سوال کنم دمی تلفن تلفنی کلان زنگ بزنین دیگه کوشش کنین که در تلفن در یک تلفن گپ بزنین در چند تا گدوت میشه بسیار خوب گپ زده شد خداوند خیر و برکت بده برتان الله سبحانه وتعالى رحم بكنا سري تمام الجهان بخصوص افغانستان اولا خداوند یک حالتی را بیاره که مردم با هم یک چی شون یک امت شون یک برادر شون یعنی ای چی است خداوند رحم بکنه سر تعالم اسلام خصوصا افغانستان مردم یعنی امی کشتن علما اصلا خودش او روز در موسیعی لوگر هم یک عالمی که 22 سال عالم بود و امام بود او بیچاره هم شهید کردن یعنی این یک پروگرام بسیار همینطور اندرگراوند سنجیده شده است
که بیا که وقتی که موت عالم میگه موت عالم است، وقتی که عالم کشتن مردم اتخذو یعنی جهال هم رؤسا، جاهل ترین انسان رو به حیث رئیس خود میگیرن و او چی میکنه؟ فضلو و اضلو، او هرچی که هم او گمراست هم دیگه مردم رو گمراه میکنن. چرا عزیز صاحب اینه علما را میکشن؟ این یک پروگرامی بسیار چی هست، شدید است. دیگه برتان گفتم که تفرقه میاندازن، پیسه ها خرج میشوه، میلیون ها دلار ها خرج میشوه که شما به ضد پشتون و به ضد مثلا پشتون میگه به ضد تاجک و او رو میگه بود. این بسیار بد کار است. این چی میکنن دیگه؟ این بسیار بد است. این حرکت ها همه نشان میده که مردم به کلی متوجه نیستن. اما اساسی ترین چیز که اینمی سکولاریزم می خواهند که در اینجا قائم بسازن اساساتش و چیشه، که سکولر یعنی منکر آخرت، منکر خدا و رسول، منکر ایچی دین اسلام. اینمی نارا چی بسازه؟ حاکمای شما بسازه، سر شما مقرر بسازه و آهسته آهسته به خلی دین اسلام از چی میروه. اینمی روش است که با قتل مثلا علمای بسیار و تعلیم یافته درست صحیح که دین میفهمه اینا از بین میره، جایی نداره که جای از اون کسی پر کنه. عزیز صاحب خود به خود دین از بین میره. انما یقبض العلم بقبض العلماء، میگه خداوند ایتو نمیکنه که علم یک دفعه از بین ور داره، بلکه قبض میکنه به قبض علماء. حتی اذا لم یجدوا عالما اتخذوا رؤوسا جهالا فافتوا بغیر علم فضلوا و اضلوا. این یک آدم جاهل مثلا رئیسشان میشه، او برشان فتوه میته، برشان چی میته؟ بدون علم که برین بکشن، برین ایتور کنین، برین ایتور کنین، خلاص اونو سببی گمراهی چه هم مگی میشه، هم خودش گمراست، هم دیگرها را گمراه میسازه. عزیز صاحب الله سبحانه و تعالی یعنی این پیغمبر خدا در حدیث صحیح این رو بیان میکنه که یعنی علما ورثت الانبیا، علما ورثه انبیاست. ولم یارثوا درهما ولا دینا، از پیغمبر نه میراث بردن درهم ولا دینار، انما ورثوا العلم، علم میراث بردن. و اگر ای علما مانده شوه برای مردم علم برسانه، ای خو این ملت باز نمیگرده از چی خود. یعنی سکولارزم و این چیزا را یک کمونیست بوده، ولی سکولارزم جایز رو گرفته، این را باز نمیتونه که بگردانه مردم، زیرا که علما است. انما یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله، میگه میوردارد از کل خلف. یکی وقت صحابه کرام بود، باز تابعین، تبی تابعین، باز خلف است، کسانی که پسند اسلام میان. یعنی این خلف عادل ترین از اونا علما هستن. انما یحمل هذا العلم کل خلف عدوله، اما کسی که عادل ترین هستن. یک عالم است گمراه میشود، او عادل نیست. یک عالم است پلی ترازو را دیده اما رقم کار میکنه، چیزی که مثلا یک آدمی سکولر که رئیس باشه، معتبر باشه، گپی امو را پیش میبره، یه عادل نیست. لکن پیغمبر خدا گفته انما یحمل هذا العلم کل خلف، هر عالم نه بلکه عدوله، او کسی که عادل هستن. یعنی راه درست شریعت اسلام به مردم نشان میده و این را کج نمیسازن. لینهی تأویل الجاهلین و انتهای ابتهاج المبتلین و چی غالین، غلو الغالین. یعنی یک کسی هست که مثلا تأویل باطل میکنه در دین، او را رد میکنه، میگه تأویل تو غلط است، این رقم روش تو بد است. و تأویل الجاهلین، جاهل را مثلا که این رقم تو چی میکنی، برو تعلیم بخوان صحیح خود یاد بگی، بعد از او
ذکرتم مطابق اسلام بکو، نمازتم مطابق امو اساسات درست اسلام بخوان. هیچ قرتکا و هیچ چیزایی که تو میزنی این نیست در اسلام. یعنی نگه برش میفهمانه معنای قول رسول الله صلی الله علیه و آله است، این برش میفهمانه. پس بنابراین برابر میشه مردم و غلو غالی غالی مردم یک چیز غلو میکنه بسیار بلند میبره که یعنی نعوذ بالله که در وجود یعنی آدم خداوند حاضر میشه و این سبب خز میزنه و جست میکنه و چی میکنه. این گپا هم گپای شیطان است، همه گپای صوفیایی است که از قرآن و سنت دور هستن. در بین صوفی ها تنها شیخ عبدالقادر جیلانی و چی هست و بعضی هست که اونا چی هست، الله سبحانه و تعالی اونا را یک علمی داده که به این چیزایی که مردم دیگه صوفیا گرفتار است به این نیست. ولی مردم پشتش پروپاگاندا چی میکنن، لکن اونا نیستن. و ولی دیگر بسیار به نام صوفی یعنی بسیار زیاد غلو میکنه، بسیار زیاد میگه ای تو اولیاست که صبح میره نماز شده مکه میخونه، پیشین در چی میخونه، در بیت المقدس میخونه، شب در ایجا میخونه. یعنی تو چی هست، این چیزا رو پروپاگاندا رو میندازه ایسه یک آدم و مغرور میشه که مخو ولای تو چی هست، در حالی که این غلط است، این طور نیست. یعنی یک اشاعه یک چیزی میکنه که او درست نیست و نصوص قرآن و سنت برابر نیست. اما بعضی چیزهایی که برابر است، اگر ولی باشه، اگر عالم باشه، اگر هر کسی که باشه، باید مقید به کتاب و سنت باشه. جنید بغدادی یک صوفی است لیکن بسیار موافق شریعت اسلام است. میگه که ما طریقه ما مطابق قرآن و سنت، یک لحظه از قرآن و سنت که غلط برآمدم، مرا شما چی ندانه، جنید ندانه. اونورم علمای دین قبول کرده، شیخ عبدالقادر جیلانی که عالم حدیث بوده حدیث درس میده، ولی که مردم پشت از او بسیار زیاد یعنی افراد کردن و چی کردن. اینا خوب نیست که مردم پشت کس غلط چی بکنن. اما بعضی دیگه هست که مثلا هیچ حق و باطل چی نمیکنن. ببین مثلا چی میکنه، یک دفعه میبین که یک آدم پیش یک آدم رو چیغ میزنه و به پایایش میغلطه و یک رقم کارا میکنه که هست نیست، تو هستی ما رو نجات بده، وی تو کوی تو، و آدم مغرور میشه و چی میشه. این رقم دین خدا خراب شد، مردم همه باد برای باطل رفتن. و از طرف دیگر مردم همگی از برکت خدا، از رحمت خدا محروم می شود. یک وطن وقتی که اینمی چیزا زیاد شد، خداوند چی خود می گیرد پیششان رحمتشان را، و اینا شامل چی می شود؟ شامل غضب خداوند می شود، چرا که برای خدا بر نمی گردن. اینا هنوز گمراه شده می رود، هنوز پیروی شیطان هستند. این بسیار بد است. الله سبحانه وتعالی نگاه کنه ما و شما را از ایتو مردمی که اونا در راه باطل روان باشن و در راه غلط روان باشن. باقی مانده درس ما رو باز دیگر روز بخیر چی میکنیم، تکمیل میکنیم که ثواب عقیده اسلامی چی است. یعنی نتیجه سری که عقیده شما اگر درست بود، برای خدا برابر بود، سری از او چی نتیجه مرتب میشود. ای باز پسان و دیگه هفته بخیر برای شما گفته می شود. در این هفته همه قدر که توانستیم، این فضل الله سبحانه و تعالی بود و رحمتش بود سر ما که توانستیم همه قدر برای شما چی کنیم. وضعی افغانستان بسیار تشتت و پراکندگی است، بسیار زیاد. ما یک روز یک کسی دیگر دیدیم که ریش داره و چی داره و بگه که برادر ما یعنی تو میکنیم، شما میگه ها ما میکنیم، ها هم مگه
پیشتی از اونها گرفتن که ما می رقم می کنیم، یعنی ما دیگه پلان جور میکنه که بزن بزن جور کنه چی کنه، دیگه پلان جور دیگه یک حالت تا یک حکومت اسلامی در افغانستان صحیح حکومت نبیایه، افغانستان خطرهای زیادی برش است و ای باید زودتر بخیر چی شوه، یک راه درست اسلامی پیدا شوه که مردم در زیر چتر قرآن و سنت زندگی کنه، نه سر زیر دست مردم هایی که و ای طرف و طرف پیوند دارن و اونا چی میکنن، این رقم نباشه. خب هر صورت شما را به خداوند کریم و رحیم میسپارم، وقت ما خلاص شد، الله سبحانه و تعالی شما را خیر و برکت بده که گوش گرفتین، ولی مردم هایی که گپ میزدن و چی میکنن لال محمد خان و دیگه هیچ درکشان نیست، خدا کنه که جور باشن و صحت باشن و دوستای ما بودن، خدا نگاه کنه همه گیره، الله سبحانه و تعالی در حفظ و امان خود مسلمان های راستین را که به دین اسلام کار میکنن و در این راه مثلا زحمت میکشن هنوز هم توفیق شارمتی پروردگارت میروان است، همه گیر نگاه کنی از این بلاها و مصیبت ها، از همه گیر ایمان ما را خداوند سالم نگاه کنی، خداوند در حفظ و امان خود داشته، خدا حافظ و ناصرتان برادران، به خدا شما را سپاریدم.